الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لصاحبه تعال لأقامرك فليتصدق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پروردگار عالم همه ما و شما را برادر اسلام در رابطه با امتحان و ابتلاء الهی که در این دنیا قرار داریم، ما و شما را کامیاب و با فلاح و رستگاری از این دنیا ببره. و شک نیست که امتحان الهی امتحان به حد سخت هست که در حقیقت مبارزه با نفس و هوا و حواس و خواهشات و نفسانی و حب و محبت دنیا، عادات و تقالید و عنعنات که ما و شما را از چار طرف احاطه کرده، انسان مؤمن و مسلمان به خاطر فوز و کامیابی خود باید بر هر یک از اینها مبارزه بکنه. و شک نیست که تا توفیق الهی نباشه، مبارزه انسان در مقابل از این مشکلات کار آسان و کار ساده نیست. و به این جهت است که اکثریت انسان ها را زمانی که شما مشاهده میکنیم و میبینیم در رابطه با این مبارزه، شک نیست که کامیابی را به دست آوردن نمیتانند دیگر. شک نیست که در تحت هوا و هوس و خواهشات نفسانی قرار میگیرند. حب و محبت مال بالایشان غلبه کرده و احکام الهی را در رابطه با او نادیده میگیرند. در حالی که اگر با شما در حقیقت دین مقدس اسلام نظر اندازی بکنیم و آن چیزی که حقیقت دین برای ما شما بیان میکنه، در حقیقت اسلام به خاطر حفاظت اساسات یک جامعه اسلامی برای ما شما احکام خدا بیان میکنه که هر یک از این اساسات نقش عمده را در رابطه با ایجاد امنیت و آرامی یک جامعه می داشته باشه. در جامعه که دین نباشه، در جامعه که احکام نباشه، قوانین نباشه، شک نیست که همه ما شما و جامعه را یک جامعه جنگل بیان میکنیم. در جامعه ای که انسان ها از عقل خود کار نگیرن، شک نیست که جامعه حیوانیت است دیگه. و در جامعه ای که مال نباشه و اقتصاد نباشه، شک نیست که جامعه هیچ وقت پیشرفت نمیکنه و ترقی نمیکنه. و با این شکل هر زمانی که در جامعه مرض زشت زنا انتشار پیدا میکنه و استفاده از غرایز جنسی خلاف آن چیزی که الله رب العزت تقاضا کرده صورت میگیره، شک نیست که نسل انسانیت تهدید میکنه. در جامعه که انسان نباشه، در جهان که انسان نباشه، دیگه آسمان و زمین و آفتاب و شب و روز برای کی بچرخه؟ پس به این جهت دین مقدس اسلام توسط احکامی که برای ما شما از طریق انبیاء علیهم السلام بیان میکنه، اوامر و نواهی را متوجه ما و شما می سازه. اگر انسان در حقیقت نظر اندازی بکنه، یکی از مهمترین اهداف از او در حقیقت ایجاد یک جامعه سعادتمند و خوشبخت انسان در این دنیا هست، در این دنیا هست که تا قبل از آخرت برای انسان الله رب العزت حیات پاکیزه در این دنیا برش نصیب بکنه. در قرآن مجید الله رب العزت برای ما شما وعده می فرمایه برادر اسلام که: من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. هر یک از شما
زن باشین، مرد باشین، مادامی که اعمال صالحه و اعمال نیکو را انجام میدین در حالی که ایمان دارین، پس حتما و خامخا در این دنیا ما برای شما زندگی حیات پاکیزه، آرام و خوشبخت نصیب میکنیم. ولیکن هر زمانی که انسان ها از تعالیم انبیاء علیه السلام رو گردان میشن، هر زمانی که انسان ها از هوا و هوس خواهشات نفسانی خود پیروی میکنن، هر زمانی که حب و محبت مال در رابطه با انسان غلبه میکنه، هر زمانی که حب و محبت دنیا در انسان از حب و محبت آخرت کرده بیشتر میشه، احکام الهی در رابطه با هوا و هوس از او از بین میره، پس متوجه باشین که انسان ها در حقیقت راه های تباهی و هلاکت خود باز کردن. این انسان ها اسباب و علل هلاکت و بربادی خود را پیش گرفتن. چه هلاکت و بربادیشان در این دنیا باشه و یا همچه هلاکت و بربادیشان در آخرت باشه. پس با همین خاطر هدف ما که از خطبه های روز جمعه که در حقیقت در رابطه با بیان گناه های کبیره هست و اون گناه های کبیره که الله رب العزت ما شما را از اون نحیه کرده و انبیاء علیه السلام توسط احکام الهی او را برای ما شما بیان کرده، در حقیقت همه ازی به جهت حفاظت اینمی یک جامعه اسلامی و انسانی ما و شما هست که تا در گودال های تباهی و بربادی سوق دادن نشه، افرادشان خوشبخت باشن و آرام باشن، جانشان، مالشان، ناموسشان، آبرویشان، همشان آرام باشه و امن باشه. پس یکی از مقاصد شریعت برادر اسلام در حقیقت حفاظت مال انسان است، و یا به عباره دیگر براتان بگویم یکی از احکامی که متوجه انسانهای مؤمن و مسلمان در یک جامعه اسلامی میشه، یکی هم ارتباط مستقیم با مال داره. و شک نیست که همه ما شما مال میدانید که عبارت از امو دولت هست و عبارت از هر آن چیز هست که طبیعت انسان به طرف از اون میلان میکنه و انسان او را میتانه که ذخیره بکنه. و اینمی حب و محبت با مال و میلان انسان به طرف دولت و میلان انسان به طرف پول و دنیا متوجه بشه که یک غریزه است که الله در نهاد ما تو گذاشته. چرا اگر این غریزه وجود نمیداشت میلان به طرف مال اصلا وجود پیدا نمیکرد، دیگه ما ضرورت به کار نداشتیم، دیگه تا گرسنگی نمی بود ضرورت به خوردن پیدا نمی شد برادر اسلام، تا تشنگی نمی بود ضرورت به نوشیدن آب پیدا نمی شد. اگر ما نمی خوردیم و نمی نوشیدیم اصلا در این دنیا زنده نمی ماندیم، دیگه حیات و زندگی ما و شما در این دنیا بالای خوردن و نوشیدن ما و شما بنا گذاشته شده. پس به این خاطر است که الله رب العزت این انگیزه و احساس در تو میگذاره که تا تو احساس گرسنگی کنی بری بخوری و استمرار حیات و زندگی تا وقت و زمانی که الله رب العزت تقاضا کرده و خواسته حیات و زندگی تا ادامه بدی. پس به این شکل خوردن و نوشیدن ما شما با مال ضرورت داره. سنت الهی است برادر اسلام. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع فاذا قضیتم الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. برید کار بکنید، بگردید، قرار نشینه که خدا از آسمان برای شما رزق برده، نه، بلکه الله رب العزت حکمتش تقاضای از اینه کرده که آن چیزی که ما میخوریم و مینوشیم باید که توسط سعی و تلاش و کوشش خود او را پیدا بکنیم، و الله رب العزت تمام راههای از او را برای ما شما بیان کرده. پس اینمی سعی و تلاش و کوشش انسان در رابطه با رزق، در رابطه با مال به دو شکل صورت میگیره، یا از رای حلال و مشروع هست که شریعت اسلام آمده و ما و شما را به پیدا کردن مال و کسب مال و به دست آوردن مال
ارشاد و راهنمایی کرده که شما از این طریق مال به دست بیارین. و یا همین این مال از راه و طریق به دست می آید که شریعت اسلام ما و شما را از اون منع کرده و حرام قرار داده. پس هر آن راههایی را که شریعت اسلام برای ما شما امر کرده که از این طریق شما مال به دست بیارید، متوجه باشین که هر زمانی که مال به دست ما می آید، این مال ذریعه خوشی و سعادت و آرامی ما بود میشه. سنت الهی است برادر اسلام. و هر زمانی که نمی مالا از راه مشروعش که شریعت برای ما گفته ما به دست نمیاریم، بلکه از راهی به دست میاریم که شریعت ما و شما را از اون منع کرده، از راههای حرام به دست میاریم، مال امو مال است، دولت امو دولت است، منتها هر زمانی که راه و طریقش فرق کرد، متوجه باش که باز ارتباط از او با تو هم فرق میکنه. مالی که از طریق حلال به دست میاری، ذریعه خوشبختی و سعادت و آرامی و خیر و برکتت میشه، هم در دنیا و هم در آخرت. و اینمی مال تو اگر از طریق حرام به دست آوردی، اینمی مال باز باعث آزار و اذیت و شقاوت و بدبختی هم در این دنیا میشه و هم در آخرت میشه. پس به جهت است که یکی از وجوهات که الله رب العزت ما و شما انسان ها را در رابطه با او مورد امتحان قرار میده، یکی هم در حقیقت کسب و به دست آوردن این مال می باشه که همه ما و شما شب و روز در تلاش از او هستیم. همه ما و شما، هر کسی که باشه، شب و روز در تلاش از او هستیم. پس مادامی که مال یک ضرورت حیات و زندگی انسان مانند خوردن و نوشیدن است و این غریزه را الله رب العزت در ما و تو پیدا کرده، پس الله رب العزت از ما و شما تقاضا میکنه که نمی غریزه یا حب مال و به دست آوردن مال و داشتن مال مطابق آن چیزی که شریعت اسلام برای تو بیان کرده، مطابق از او عیار بساز و از این طریق مال به دست بیار که تا این مال باعث سعادت و خوشبختی تو شوه. ای انسان، هر زمانی که تو از تعالیم انبیاء علیهم السلام انحراف کردی و مال ضرورت حیات و زندگی تا مطابق هوا و هوس و خواهشات نفسانی خود به دست آوردی و از راههایی که شریعت تو را منع کرده بود از او راه ها رفتی و مال جستجو کردی، مال خود به دست میاری، ولیکن متوجه باش که باز خیر و برکت در قبال نداره، آرامی و خوشی در قبال نداره. این مال در این دنیا هم باعث تباهی تو میشه و در آخرت هم تباهی در انتظارت است. باز به خاطر برادر اسلام در رابطه با پیدا کردن مال و مکلفیت انسان در رابطه با دست آوردن مال و آن چیزی که متعلق به گناه های کبیره در رابطه با مال میشه، در خطبه های گذشته در رابطه با دو وجه از او ما و شما صحبت کردیم که یکی ربا و سود بود اگر یاد ما و شما باشه، و یکی هم خوردن مال یتیم به ناحق بود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم صراحتن در ضمن حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را از هفت چیز مهلک و هلاکت کننده نجات میداد و ما در رابطه با هر هفته از این صحبت مفصل در هر خطبه کردیم، پس در تحت از این دو وجه از وجوهات مال حرام برای ما شما بیان میکرد که یکی برای سود ربا بود و یکی هم در حقیقت خوردن مال یتیم بود. ولیکن چون ما در خطبه های گذشته در رابطه با خمر و شراب صحبت کردیم برادر اسلام و در رابطه با اضرار خمر و شراب و در رابطه با آن چیزی که ما چه قسم از این جلوگیری بکنیم و چه قسم شریعت اسلامی برای ما و شما حرام کرده گیست، الحمدلله صحبت مفصل صورت گرفت. ولیکن چون هر زمانی که ما در آیاتی که الله رب العزت خمر و شراب ذکر میکنه، در پالوی خمر و شراب یک چیز دیگه را هم ذکر میکنه که باز او متعلق به امورات مالی ما و شما میشه. در دو آیات قرآن مجید زمانی که الله رب العزت ما و شما را از خمر و شراب منع کرده و آیات تحریم ازیر برای ما شما بیان کرده،
پیوست خمر و شراب یک امر دیگه را هم ذکر کرده که عبارت از میسر می باشه. میسر شاید با کلمه میسر اکثریت ما شما آشنا نباشیم، به جهت از اینکه میسر یک کلمه عربی هست دیگه، و شاید در رابطه با او هم فکر نکرده باشیم که خب چرا الله رب العزت میسر در پالوی خمر یک جای برای ما ذکر میکنه و میفرمایه که انما الخمر والمیسر. خب خمرش خب فهمیدین دیگه، میسرش دیگه چی هست؟ پس به خاطر که اصلا میسر هم امتراکایی ما تو تیر نشیم و بفهمیم که آن چیزی که با خمر یک جای ذکر شده، متوجه باشین که عین اونمو قباحت و خباستی که خمر داره و عین اونمو خباست و قباحت میسر هم داره، به عین شکلی که من انسان مؤمن و مسلمان مکلف هستم که از خمر و شراب دوری بکنم، به عین شکل من مکلف هستم که از میسر هم به می شکل دوری بکنم. تماما اضرار را که خمر و شراب در رابطه با انسان، جامعه انسان، خانواده انسان ایجاد میکرد، به عین شکل متوجه باش که میسر هم به عین شکل این می ضررها را در رابطه با ما و شما داره. پس چون کلمه میسر در قرآن مجید بعد از خمر مستقیما ذکر شده، پس خواستیم که در خطبه امروز در رابطه با میسر صحبت بکنیم. شاید برادر این مسلمان ما بگه خب مولای سن دیگه میسر چی هست؟ دیگه میسر اول بار است که من میشنوم. صحیح است، میسر اول بار است که تو میشنوی، ولیکن آن چیزی که تعبیر از میسر در عرف ما و تو میشه و آن چیزی که ما با او آشنایی داریم در رابطه با میسر، چیزی هست که همه ما شما او را میدانیم و با کمال تأسف چیزی هست که همین قسمی که امروز خمر و شراب در بین ما و تو اینمت انتشار پیدا کرده، این میسر هم این همین قسمی در بین ما و تو انتشار پیدا کرده، ولیکن با این تفاوته که قرآن مجید از این عمل زشت که متعلق به مال ما و تو میشه به میسر تعبیر کرده، ما و تو از این میسر به قمار تعبیر میکنیم. قمار، اگر با میسر آشنا نیستیم ولیکن با قمار آشنا هستیم، اگر میسر نمیدانیم چی هست ولیکن قمار خو میدانیم دیگه، و همه ما شما مجالسش میبینیم دیگه، و در اکثریت جایا که بینی صاحب میدانش صاحب باز است صاحب چی میکنه؟ قمار میزنه. فلانی چی کار داره؟ قمارباز است. کی آمده بود؟ فلانی قمارباز آمده بود. بازی قمارباز ها که میاین صاحب باز میشینن و باز لاف میزن که ولی در یک دم که چقدر باختم و چقدر بردم و چطور کدم و چی هر روز ما صاحب اینه، و در حالی که نمیفهمی که نمی قمار در حقیقت این همین میسره هست که قرآن مجید با خمر و شراب او را یک جای برای موت ذکر کرده و یک جای حکمش برای موت بیان کرده، و این همین قسمه که خمر و شراب در عهد و زمان جاهلیت قبل از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نبوت و رسالت مبعوث شود، خمر و شراب به مو بجلا کم و کیفش در بین عرب ها وجود است، به عین شکل مسئله قمار و میسر هم در بینشان به این قسم وجود داشت. و زمانی که اسلام میایه برادر اسلام، متوجه باشین که احکام اسلام یا در رابطه با عبادات است و یا هم در رابطه با معاملات معاشما می باشه. عبادات چیست؟ عبادات آن چیزی که متعلق به الله جل جلاله میشه. ما الله را چگونه پرستش بکنیم؟ ما الله را چگونه عبادت بکنیم؟ ما به الله چگونه تقرب حاصل بکنیم؟ ما چگونه توسط اعمال خود از الله جل جلاله کسب اجر و ثواب بکنیم؟ کل از این به نام عبادات نامیده میشه. پس در رابطه با عبادات شریعت اسلام آمد و همیشه برای ما شما تنظیم و ترتیب کرد و تمام عبادات در دو چیز برات خلاصه کرد. تمام عبادات در دو چیز خلاصه کرد. شرط اولش اخلاص و ایمان به وحدانیت و یگانگی الله، و شرط دوم هر عملی را که تو انجام میدی مطابق احکام شریعت باشه. بس عبادت است. هر زمانی که در عملی که انجام میدادی اخلاص داشتی
و عملت مطابق آن چیزی بود که احکام شریعت برات بیان کرده بود، با یقین بدان که با این عمل تو به الله تقرب حاصل میکنی، با این عمل تو الله را پرستش عبادت میکنی و با این عمل الله رب العزت برای تو اجر و ثواب میده. اما مسئله معاملات برای انسان مسئله بود که شکل نیست که زمانی که دین مقدس اسلام توسط نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه آورده میشه، مردم در معاملات مختلف صاحب سر دوچار بودن و مردم ها معاملات مختلف میکردن دیگه، مثل که امروز ما و شما به حساب کاروبار حیات و زندگی ما پیش میره. و شکل نیست که برخی از این تعاملاتی که در معاملات مردم وجود داشت، برخی از این را اسلام تایید کرد و برخی از این را که این معاملات در حیات و زندگی انسان ضرر داشت و باعث هلاکت و تباهی انسان میشد، دین مقدس اسلام را چیکرد؟ حرام قرار داد. و به می جهت بود زمانی که الله رب العزت آیه کریمه را برای ما شما نازل کرد که سود حرام است. یک تعداد کسا گفتند که سود دیگه چیز خواست؟ سود خمانند بی از دیگه، انما البیع و مثل ربا، با عقل خود تصور کردند دیگه. چرا در اون وقت زمان بی شرا هم وجود داشت و در اون وقت زمان سود و ربا هم وجود داشت، هر دو معامله وجود داشت در بین جاهلیت عرب. پس زمانی که اسلام آمد، بیع و شرا و تجارت حلال برای ما شما حلال قرار داد، اما سود و ربا را برای ما تو حرام قرار داد. یک دیدار کسا در وقت و زمانی که بودن گفته چی مسئله است؟ انما البیع و مثل ربا، بیع و مثل ربا هست، سود و مثل ربا مانند بیع و شرا هست، در او هم فایده هست و در این فایده هست. الله رب العزت آیت نازل کرد و گفت که هیچ وقت بیع و شرا مانند سود و ربا نمیشه، به جهت از اینکه و احل الله البیع و حرم الربا، الله رب العزت بیع و شرا را برای شما حلال قرار داده و این حلال 100% به فایده شما میباشه و الله جل جلاله سود و ربا را برای شما حرام قرار داده و متوجه باشین که حرام 100% به ضرر و به نقص شما میباشه. پس به عین شکل یکی از معاملات مالیه که در او وقت زمان وجود داشت برادر اسلام، یکی هم معامله بود که از طریق قمار به دست آمد. و زمانی که دین مقدس اسلام آمد و معاملات مالی ما و شما را تنظیم کرد، و چون در معاملات مالی که توسط قمار صورت می گرفت، در این ضرر در رابطه با فرد بود، ضرر در رابطه با جامعه بود، ضرر در رابطه با خانواده بود، به می خاطر بود که الله رب العزت مسئله قمار را برای ما شما حرام قرار داد. و هر زمانی که مردم آمدن و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان کردن که حکم از این شراب و خمر و حکم از این قمار که مردم به او گرفتار هستند حکمش چیست؟ یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یسالونک عن الخمر والمیسر، خمر و میسر تو یک جمله هم ذکر کرده، تو را از خمر و شراب و از میسر و قمار پرسان میکنن. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. متوجه میشید؟ متوجه باشین که در خمر و شراب و در قمار هر دوی از اینها گناه بزرگ است، ولی که شکی نیست که یک منفعت برای مردم ها هست دیگه. خدا ما شما را نگاه بکنه در میدان قمار، زمانی که قمارباز قمار میزنه صاحب در ظرف 5 دقیقه شاید با 10,000 افغانی را صاحب کسب بکنه، فایده هست دیگه، نفع هست دیگه. به خاطر نمی فایده و نفع است که مردم صاحب اتو در پشتش افتادگی سن که حتی به اصطلاح همه چیز فراموش کردم. ولیکن آیا این فایده که تو در این مدت کمی میگیری اینمی فایده قمار به نفع تو هست و یا به ضرر تو هست؟ پس اینجا سکر الله جل جلاله برای ما تو فیصله بکنه که اینمی فایده که تو توسط اینمی قمار به دست میاری، این فایده 100% به ضرر تو میباشه. اگر تو فایده به استاد دفتنی از این متوجه میشی، ولیکن متوجه باش که در قبال در آینده اینمی فایده ضررهای بی حد زیاد برای تو میرسانه. و دین مقدس اسلام برای ما شما قاعده را وضع میکنه که لا ضرر ولا ضرار، نه برای کس دیگه ضرر برسان و نه خودت باعث ضرر کس دیگه شو و نه با خود به ضرر برسان. پس در هر آن چیزی که ضرر باشه، در هر آن چیزی که جهالت باشه، در هر آن چیزی که مفزی به نزاع و کشمکش باشه، متوجه باشین که دین مقدس اسلام سرخط از اون چی میکنه؟ از بین میبره. معاملاتتان پاکیزه باشه،
چرا یکی از مهمترین اهداف معاملات تجارتی ما و شما که به دست آوردن مال در جامعه همی باشه، متوجه باشیم برادر اسلام که تنها هدف به دست آوردن مال نیست، بلکه دین مقدس اسلام از ما تو تقاضا میکنه که تا به دست آوردن مال که معاملات تجارتی ماست، ارتباط میان افراد جامعه را چی بسازه؟ قایم بسازه. ارتباط میان افراد جامعه چه قسم قائم میشه؟ هر زمانی که میان افراد جامعه اخوت، برادری، محبت، همکاری و تعاون ایجاد شود دیگه. و اینمی تعاون و همکاری و محبت دوستی بین افراد جامعه توسط معاملات تجارتیشان چی وقت ایجاد میشه؟ هر زمانی که معاملات تجارتی و به دست آوردن مال از رای حلال و مشروع صورت بگیره. و اینا هم متوجه باشین که هر زمانی که در کسب مال ما راه‌های نامشروع را پیش گرفتیم، از راه‌های مشروع و حلالش انحراف کردیم، متوجه باش که بازی معامله هیچ وقت در بین ما و شما نه محبت را ایجاد میکنه، نه تعاون را هم ایجاد میکنه و نه همکاری را، بلکه برعکس این قسم معاملات در بین افراد جامعه عداوت، دشمنی، کشمکش و نزاع را ایجاد. حال شما خودتان بگوییم برادر اسلام که دین مقدس اسلام به می خاطر آمده که بین افراد جامعه نزاع و کشمکش باشه، عداوت و دشمنی باشه، و یا این دین به این خاطر فرستاده شده که تا میان افراد جامعه اخوت و برادری و دوستی و محبت باشه. در رابطه با معاملات تجارتی متوجه باشین که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتون بیان میکنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر زمانی که انسان ها در معاملات تجارتی خود از صدق، از امانت، از راستی کار میگیرن، خداوند جل جلاله در معامله از اینها برکت میاندازه و هر زمانی که نمی افراد در جامعه، در معاملات تجارتی خود، در کسب اموال خود از صدق و امانت و راستی کار نمی گیرند، پروردگار عالم اینمی برکت معاملشان از بین می بره. خب سوال اینجا پیدا میشه که خب برکت معامله عبارت از چی هست؟ به طور مثال من موتر دارم و موتر خراب شدگی هست، قیمت اصلی را به اشتا کسایی که مسلکی موتر فروش هستن سه قیمت اصلی ازی را برای من میگه، نهایتا مولایی صاحب محترم موتر تو $2,500 قیمت داره. من میرم سه یک نفر را پیدا میگه آشنایی سه مولایی صاحب از یک گفتر ایسه والا موتر از بیتینی موتر والا $10,000 خریدگی است و میرم یک گشته و چطور چیکار بر تو $7,000 میزدم در جانش دیگه. خب میفهمم که موترم $2,500 قیمت داره و بالای مردکه به $7,000 میفروشم، در معامله خود صدق و امانت و راستی رو کار نگرفتم. چرا؟ صدق و امانت و راستی از من تقاضا میکرد که برای دوست خود میگفتم برادر محترم موترم اینمی نقص داره، اینمی موترم اینم قدر قیمت داره، میخری خوب نمیخری اختیارت. اگر دینمی قسم معامله اینمی انسان بینمی قیمت و بینمی عیبی که نمی موتر داشت آماده میشد و اینمی به اصلاح موترم میخرید، شک نیست که پروردگار هم دینمی معامله ما برکت میانداخت. ولیکن هر زمانی که من در جان زدم و موتر $2,500 به $7,000 سرش فروختم، موتر خوره به دست از او رفت، پیسه به دست ما آمد، ولیکن برکت معامله از بین رفت برادر اسلام. یعنی هدف ما سر برکت معامله است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر زمانی که شما معاملات اموال تجارتی تان و به دست آوردن مال از رای حلال و مشروع کار می گیرین، متوجه باشین که در این اموال شما برکت ایجاد میشه. برکت عبارت از چی هست؟ در تصویر اولی که براتون گفتم که در جان زدن مردکه بود، در او هم معامله صورت گرفت، پول آمد در جیب ما و محتر به دست از او. در صورت دومی که صدق و امانت ما پیشا گرفتم و راستی را پیشا گرفتم و عیب موتر را بیان کردم، در این هم معامله صورت گرفت، پول آمد در جیب ما و موتر را به دست از او. ولیکن چرا در او معامله اول برکت از بین رفت و در این معامله دوم برکت وجود داشت؟ این برکت عبارت از چیست؟ عبارت از نمی ارتباط و اخوت و برادری میان افراد جامعه است. چرا؟ به جهت از اینکه دوست ما زمانی که موتر به $7,000 گرفت و رفت و فهمید که ولی ای خوب به $2,500 گرفته، تو بگوی که آیا او انسان با من محبت میکنه؟
و انسان با ما همکاری میکنه و یکی خوب سر ما به صد دشمنی میکنه و در هر جایی که باشه بعد ما میبینه به صد بدی و زشتی و بدبینی در بین افراد جامعه ایجاد میشه. ولیکن هر زمانی که ما صدق و امانت کار گرفتم اینمی صدق و امانت در حقیقت برکت اینمی معامله می است که در هر جایی که میره والا بهترین آدم بود، بهترین معامله کرد، صادق بود، راستکار بود و هزارها معامله دیگر امرای تو چی میکنه انجام میده. پس این موضوع هستیم برادر اسلام، موضوع هستیم که یا معاملات تجارتی خود با برکت میکنیم و یا هم معاملات تجارتی خود برکتش از بین میبریم. پس یکی از چیزهایی که اینمی برکت به دست آوردن مال ما یا معامله ما شما را از بین میبره برادر اسلام، یکی هم پیدا کردن مال از راه قمار میباشد و قمار در قرآن مجید به نام میسر مسمی کرده. خب چرا میسر میگه؟ خود کلمه میسر از کلمه یسر گرفته شده و کلمه یسر همه ما شما میفهمید که در زبان عربی به معنای آسان معنا میده. الله رب العزت در سوره انشراح میفرماید فان مع العسر یسرا، با هر مشکلات و سختی آسانی هست و کلمه میسر هم از کلمه آسانی گرفته شده. خب چرا میسر به نام میسر میگن؟ به جهت از این که پیدا کردن مال توسط از این بسیار آسان است دیگه، بسیار آسان است دیگه. در یک پره میشینی سای مندازی سای 50,000 افغانی را کسب میکنی، چی کردی تو؟ اگه من برم زحمت بکشم، تکلیف بکشم سای خلاص 50,000 افغانی را کم از کم سای در یک مشاهد ما پیدا کرده نتانم، ولیکن در یک لحظه تو 50,000 افغانی در میدان جمع میکنی. پس ای چی هسته؟ آسان است، فایده هست دیگه. با جهت از اینکه الله هم گفت که بهش منافع وجود داره، ولیکن این فایده که برای تو میایه و این 50,000 افغانی را که تو در یک لحظه به دست میاری، آیا این 50,000 افغانی به نفع تو هست و یا به ضرر تو هست؟ آیا حاصل کردن از این 50,000 افغانی بین تو و بین کسی که در میدان باخته، آیا ایجاد محبت دوستی میکنه و یا دشمنی و عداوت میکنه؟ پس خودتان فکر کنیم برادر اسلام. پس به این جهت است که دین مقدس اسلام مسئله میسر قمار با خمر و شراب یک جای ذکر میکنه. شک نیست کلمه قمار هم کلمه عربی هست، یعنی تعبیر از میسر و تعبیر از قمار هر دو کلمه عربی میباشه و علمای کرام و فقها در رابطه با خود تعبیر از کلمه قمار که چرا همی قمار به نام قمار مسمی میکنن، ببینید که چقدر تعبیرات جدی و چقدر تعبیرات دقیق برای ما میگن. اگر در کلمه قمار متوجه باشیم برادر اسلام، کلمه قمار ارتباط مستقیم با کلمه قمر داره و قمر همه ما شما میفهمید که مهتاب میگن دیگه، قمار مهتاب میگن. پس ارتباط از این قمار با قمر چی میباشه؟ ارتباط از این قمار با قمر ببینه که فقهای کرام چه قسم یک تعبیر دقیق بر ما میکنند. این همین قسمه که مهتاب نورش به یک حالت نیست و ما شما میبینیم که به زمانی که مهتاب بار اول هلال در افق ظاهر میشه بسیار ضعیف میباشه و کم 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 چی میشه؟ زیاد میشه تا با وقتی که به بدر میرسه و اینمی به اسلام مهتابی که به مرحله بدر کامل روشنی خود رسید دوباره کم میشه و کم میشه و کم میشه، بالاخره به مو حالت اول خود چی میکنه؟ برمیگرده. این حالت خود انشاءالله دیده. بس اینمی حالت قیاس بکنیم به انسان قمارباز. انسان قمارباز هم حالتش نمیت یک چیز است، حالتش عبارت از برد باخت است. به چی معنا؟ یعنی به این معنا که گای میگیره و گای میبازه، گای میبینه و گای. کسی که برده شوق بردن او را صاحب از قمار بازی نجات نمیده. که 50,000 برد میگه بیا که 1,00,000 ببرم، بیا که 2,00,000 ببرم، دخشین زوستا که تلاش داره که 2,00,000 ببرم، کمی 50,000,000 هم بارده همشه چی میکنه؟ میبازه. مانند اونما آب مهتاب باره که گای ضعیف میشه و گای قوی میشه و گای زیاد میشه و گای کم میشه، ولیکن متوجه باشین که باز این مال هیچ وقت به نفع فایده از این نمیباشه. خب چرا به نفع فایدهش نمیباشه؟ بجات از اینکه الله رب العزت صراحتا در قرآن مجید برای ما بیان کرده دیگه، در پالوی آن چیزی که خمر برای ما شما گفت، در پالوی از او که میسر و قمار برای ما شما بیان کرد و بعد از او برای ما گفت که متوجه باشین که اینمی قمار مانند اینمی شراب از جمله پلیدی و نجاست و عمل شیطان است و شیطان هیچ وقت دوست شما نیست و شیطانی دشمن شماست و همیشه در صدد از ایست که چه قسم بین شما عداوت و دشمنی و بغض و بدبینی را ایجاد بکنه. این قرآن میگه برای ما میگه برادر اسلام.
ای کاش که کسانی که در خمر و در شراب و در قمار گرفتار هستند کمک کنه در رابطه با این آیات فکر بکنن، تدبر بکنن. و همین قول الله رب العزت، قول پروردگارشانه که الله رب العزت میفرمه که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. جز این نیست که شیطان میخواهد که توسط نظمی شراب و توسط نظمی قمار، توسط هر دوی از بین شما چی ایجاد بکنه؟ عداوت، دشمنی، بغض، حقد، کینه، بدبینی. و تنها به این هم کفایت نمیکنه. و یصدونکم عن ذکر الله و عن الصلاه، و شما را از یاد الله و شما را از ادا کردن نماز غافل بسازه. و شک نیست که تعبیرات قرآن مجید در رابطه با خمر و شراب در هفته های گذشته مفصلا درایتان بیان کردیم که چه قسم شراب باعث ایجاد عداوت و دشمنی، و چه قسم خمر و شراب انسان از ذکر الله، و چه قسم خمر و شراب انسان از نماز منع میکنه، و این پلیدی و نجاست و رجس شیطان که قرآن مجید تعبیر کردگی است چه قسم انسان از دایره انسانیتش خارج بسازه. به عین شکل متوجه باشیم برادر که قرآن مجید قمار با شراب یک جای برای موتو ذکر میکنه. واقعا اگر موتو یک انسانی که در شراب مبتلا هست با یک انسان قمارباز، اگر هر دوی از اینها را ما مقایسه بکنیم، متوجه باشین که حیات و زندگی هر دوی از اینها تقریبا نمو حیات و زندگی فلاکتباری هست که هیچ گونه فرق از هم دیگر نداره. چرا قرآن به اصطلاح خمر با سرقت یک جای نکرد؟ چرا قرآن مجید خمر با سود یک جای نکرد؟ چرا قرآن مجید خمر با اکل مال یتیم یک جای نکرد که خمر تنها با مسئله قمار برای ما و تو یک جای کرد و هر دوی از زیر پهلو در پهلو ذکر کرد؟ بلا تشبیه امی قسمی که در اکثریت آیات قرآن مجید زمانی که ما و تو مراجعه میکنیم، در اکثریت آیات نماز با زکات یک جای ذکر شده. واقیم الصلاة و آتو الزکا، واقیم الصلاة و آتو الزکا. به عین شکل زمانی که ما در آیات قرآن مجید در رابطه با خمر مراجعه میکنیم، در پهلوی خمر پروردگار ما ایستر هم برای ما و تو ذکر کرده. کتاب را موتون نشان بده که نمی ضررهایی که خمر و شراب در حیات و زندگی یک انسان داره، به عین شکل نمی ضررها را قمار هم می داشته باشه. پس به این جهت است برادر اسلام، زمانی که ما در رابطه با حیات و زندگی یک انسان قمارباز اگر مراجعه میکنیم، میبینیم که به عین شکل که اینمی خمر و شراب عقل اینمی انسان از بین برده و اینمی انسان از دایره انسانیت خود خارج شده و مانند یک حیوان است، حیوانی که نه مادر خودم میشناسن، نه خواهر خودم میشناسن، نه رب خودم میشناسن، نه دین خودم میشناسن، نه اسلام خودم میشناسن، در هر چیز و همه چیز از کنترلش برآمده. گای به خدا دشنام میته، گای به پیغمبر دشنام میته، گای یاوه میگه، گای دو میزنه، گای به علیه مادر خود تجاوز میکنه، گای به علیه دختر خود تجاوز میکنه و هیچ چیز نمیفهمه. به عین شکل متوجه باشین که حیات و زندگی قمارباز همین همی قسم یک حیات و زندگی هست. و ما و شما قماربازهایی را میشناسیم برادر اسلام که نه بندواز ناموس خود است، نه بندواز دین خود است، و نه بندواز هیچ چیز خود می باشه. و حتی در جاهلیت عرب این چیزها وجود داشت که حتی سر ناموس خود قمار می زدن. حالا فرق بین جزی چی شد که اگر انسان خمر و شراب بخوره و ناموس خود هم نشناسه و بالای مادر خود و محرمات خود بره تجاوز بکنه، و فرق بین از او انسانی که در قمار مشغول باشه و ناموس خود هم بفروشه و ناموس خود هم استاد در زیر دست یک انسان دیگه بیاندازه؟ هست برادر اسلام، در جاهلیت عربی چیز وجود داشت و یکی از پدیده های زشته که در رابطه با زنها در جاهلیت عرب وجود داشت، نه تنها ای که زنها و دخترها را زنده به گور میکردن، یکی از پدیده های زشتش هم اینمی بود که نمو انسانها زن خود، خانم خود در قمار میباختن، سر ناموس خود به اصطلاح قمار میزدن. و حتی در ادیان باطله اگر ما شما مراجعه بکنیم، حتی در هندویزم اینمی زن آنقدر فلاکتبار است که حتی شوهر میتونه که در قمار او را چی کنه ببازه و به اساس ناموس خود قمار بزنه.
این همین قسمه که انسان شرابخور از تمام مسئولیت ها صاحب خود بیزار کرده است، انسان قمارباز هم هیچ گونه مسئولیت در رابطه با حیات زندگی خود نمی داشته باشد، نه در رابطه با اولاد خود، نه در رابطه با زن خود، نه در رابطه با خانواده خود، نه در رابطه با رب خود و نه در رابطه با وطن خود و نه در رابطه با جامعه خود. پس هدف از او چی هست؟ هدف او رزمو ایست که چه قسم بهستا پول پیدا بکنم، پیسه پیدا کنم در میدان قمار پرتمش، یا ای که ببازمش و یا هم ای که ببرمش و آن چیزی که برده شاید که بهستا چند روز بعد دوباره اونو چه کنم ببازم. پس به میجه حتی است براد اسلام که دین مقدس اسلام از عمل زشت قمار ما و شما را منع میکنه و فقهای قمارم همشان اجماع دارن، اجماع امت است براد اسلام. یعنی کسی که حرمت قمار انکار میکنه مانند کسی است که حرمت شراب انکار کردگی است و حرمت و یا حرام بودن قمار کسی که انکار میکنه دیگه از دایره اسلام خارج است. دیگه چرا زمانی که ما حرام حلال الله را حلال قرار میدیم و آن چیزی که الله حلال کرده و ما تو حرام قرار میدیم شک نیست که ما تو را دیگه از دایره اسلام خارج میسازم. بین این شکلی که برادر اسلام قسمی که در هفته های گذشته در رابطه با خمر و شراب براتون بیان کردم که مسئله خمر و شراب تنها در رابطه با خمر و شراب باقی نمیمانه، بلکه تمام آن چیزی که عقل انسان زائل میسازه که تمام مواد مخدر و مسکر که تا به قیام قیامت زمان کیمیا در تحت از این قاعده داخل میشه، پس به می خاطر متوجه باشین که قمار هم یک شکل نداره، قمار هم یک نوع نیست و ای تو فکر نکنید که ولی این همی قسم بازی اگر ما کدوم قمار است و در رابطه با چیز دیگه که باشه قمار نمیباشه. نه، متوجه باشین که دین مقدس اسلام این همین قسمه که در رابطه با خمر و شراب برای ما شما قاعده عام ذکر کرد و گفت که کل مسکر حرام، به عین شکل در رابطه با قمار هم برای ما شما قاعده عام ذکر میکنه و او قاعده عامه که فقهای کرام در رابطه با قمار برای ما میگن عبارت از چیست؟ در هر آن چیزی که برد و باخت باشه، در هر آن چیزی که برد و باخت باشه و این برد و باخت متعلق به مال می باشه، متوجه باشین که قمار است به هر شکل و به هر نوعش که باشه، در هر آن چیزی که مسئله چی است؟ مسئله برد و باخت است و این برد و باخت متعلق به چی میشه؟ متعلق به یک مبلغ مال میشه. پس متوجه باشین که به هر شکل و به هر نوعش که باشه فقهای کرام اینا برای ما شما چی گفتن؟ قمار گفتگیست. خواه توسط قطعه باشه، خواه توسط کمسایی باشه، خواه توسط مسابقات باشه، خواه توسط هر چیز باشه که در او برد و باخت است، در او برد و باخت است و توسط یک پول و مبلغ ما شما این برد و باخت انجام میدیم، متوجه باشین که این حرام است و این قمار است و فقهای کرام این برای ما شما حرام گفتگیست. پس به این جهتی که ما شما در رابطه با شراب آگاهی پیدا نکردیم و امروز با کمال تأسف اکثریت در این مصیبت و در این ام الخبائث گرفتار شدیم، به عین شکل برادر اسلام امروز که زمانی که در رابطه با قمار ما شما معلومات حاصل نکردیم، متوجه باشین که اکثریت ما شما معاملات قمار انجام میدیم ولیکن در قصهش هم نیستیم. برخی کسایی تو فکر میکنن که قمار در حقیقت عبارت از امو قطاهایی هست که بسیار به انواع مختلف صورت میگیره، اگر در قطع بود و پیسه بود دیگه بود قمار است، ولیکن اگر ما یک بازی و ساتری را کردم که در رابطه با این برد و باخت میباشه و یک مبلغ را تعیین کردیم باز در این قمار نمیباشه، در او هم قمار است برادر اسلام. و حتی فقهای کرام از این دایره بنایمایتا وسیع تر بیان میکنن و معاملات جدیدی را که امروز در جهان ما و تو هست و ما و تو فکرش هم نمی کنیم که شاید این قمار باشه در حالی که در تحت قمار داخل میشه. و یکی از اون معاملاتی که در بین ما و شما مروج است و اکثریت هم شاید در رابطه با او فکر نکنه، یکی هم در سابق مسئله لاتری بود و شاید امروز هم جریان داشته باشه ولیکن مد جریان نیستم، ولیکن در وقت زمان ما صاحب لاتری آنقدر کش و فش داشت که حد و اندازه ندارم. و این لاتری عبارت از چی بود؟ این لاتری عبارت از یک ورقی بود که میرفتی و میخریدی و در رابطه با این لاتری صاحب یک نمبر بود و بالاخره به صدها هزار نفر این لاتری را می‌خریدن، باز بالاخره به اشتا قرعه‌کشی میشد دیگه، برد و باختش معلوم نبود دیگه که آیا تو میبری
و یا هم میبازی. پس اینمی پولی را که در مقابل اینمی تکت دور انداختی و در اینمی مقابل برد و باخت به استا شدی، فقهای کرام اینمی را هم در دایره قمار برای ما تو داخل میکنن. بیاین از این که در پیشتر میریم برادر اسلام، حالا ببینید که در این معاملات تجارتی که ما تو داریم، در این کسب مالی که ما تو میکنیم، شب و روز اگر در رابطه با این موضوع غور بکنیم هنوز هم کم است. یکی از مکلفیت های تو من حیث انسان مؤمن و مسلمان به دست آوردن مال به صورت حلال میباشه. او برادر اسلام، ما بارها از سر از این منبر برای شما گفتگیستم که در روز قیامت دو سوال عمده است تمام انسان ها تنها در رابطه با مال صورت میگیره، که مال چه قسم به دست آوردی و به کجا خرچش کردی. آوردنش یک سوال، خرچ کردنش دیگه سوال. امروز در برخی از مرکزهای تجارتی میریم برادر اسلام، در برخی مغازه ها میریم و مغازه ها برای ما میگه برادر محترم اگر در این مغازه تو به اصطلاح 5000 افغانی چیز خریدی، باز ما تو رو در قرعه کشی و به اصطلاح چی میکنیم؟ داخل میکنیم. تو در مغازه میریسیم چیز ضرورت هم نداری، حالا به جهت از اینکه باز در قرعه کشی ما داخل شوم و با مبلغی که جایزه برای ممیته در او اشتراک بکنم و این نظمی 5000 افغانی نظمی جا میری مال میخری، در حالی که هیچ ضرورت هم نداری دیگه. پس متوجه باش که خریدن مال تو به خاطر اشتراکت بین می جایزه که یا ده او برد می باشه و یا هم ده او باخت می باشه و این می مال بین می خاطر تو رفتی خریداری کده، این می را هم در تحت قمار فقهای کرام را باش و داخل می کنم. مسئله قمار تنها در معاملات تجارتی نه، حتی اطفال ما تو که اطفال است، سر دندکلکی که می کنن، سر توپ بازی که می کنن، سر دیگه که می کنن، هر زمانی که شرط می مانن، اگر ما بردم به استاد افغانی بته، اگر تو بردی ده افغانی بته، این هم در تحت قمار داخل میشه برادر اسلام. حالا شما تو فکر نکنه که قمار تنم و مجلس است که 3-4 تا قطر مریم یا 4-5 تا وزود لولگکایی که به استاد نمره داره که به نام کمسایی یادش میکنه و پرتو، اگر این قسم بود قمار است دیگه قمار نیست. نه برادر اسلام، قمار متوجه باشه که هر برد و باختی که در پالوی از اون مبلغ مال وجود داشته باشه در تحت قمار داخل میشه و هر زمانی که ما این معامله رو میکنیم معامله موتو معامله حرام و ناجایز میباشه. پس به اساس متوجه باشیم برادر اسلام که مسئله قمار هم در حقیقت از جمله امورات حرام و ناجایز هست که قرآن مجید صراحتا در آیات متعدد نه تنها که ما و شما را از اون منع کرده، بلکه پیامدهای زشت از اون را هم برای ما شما بیان کرده. با عمل پلید شیطان، با اعمالی که مشرکانه که مشرکین مکه مکرمه انجام میدادن، با خمر و شرابی که ام الخبائث است، یک جای برای موتو ذکر میکنه و علتهای از او را هم بیان میکنه که متوجه باشین که این به اصطلاح قمار و این به دست آوردن مال از این طریق باعث عداوت و دشمنی و باعث حقد و کینه میان افراد جامعه میشه و به این هم اکتفا نمیکنه، بلکه میگه شما را از یاد خدا و از یاد نماز غافل میسازه. شما برای ما بگویم برادر اسلام که برادرای قمارباز ما یک وقتی که در میدان قمار میشینن، آیا امکان داره که باز اونا بخیزن و نماز بخوانن؟ نه؟ آیا شیطان دیگه اونا را میمانه که تو عمل شیطان بکنی با شیطان تو را رها بکنه که عمل رحمان بکنی؟ هیچ وقت امکان نداره برادر اسلام. این همی قسمه که انسان شراب خور زمانی که شراب میخوره عقلش انقدر زایل میشه که حتی هیچ کس نمیشناسه، نه وقت نماز میشناسه و نه خدای خدا میشناسه. به عین شکل قمارباز قمار شیطان هم به این همی قسم اغوا میکنه که اصلا او را وقت زمان میستا نه ذکر خدا را میته و نه هم وقت ازیر میته که نماز خدا بخوانه. چیزی که تفکیک صورت بگیره بین قمار و بین آن چیزی که ما و شما به اصطلاح برخی از بازی هایی داریم که انجام میتیم که عبارت از مسابقات است برادر اسلام، شک نیست که در مسابقات ما و شما هم برد و باخت است، ولیکن متوجه باشین که مسابقاتی که در او برد و باخت است و این برد و باخت بالای یک مبلغ صورت میگیره، این در دایره قمار داخل میشه. اما ساتیری ها و بازی ها و تفریح هایی که ما و تو میکنیم دو برد و باخت وجود داره، ولیکن مبلغ مال در اونجا مطرح نیست، تنها مجرد برد و باخت است. در رابطه با این هم متوجه باشین که فقهای کرام برای ما شما دو قول دارن، دو قول دارن. قول اولشان برخی از این ساتیری ها را برای ما شما حرام میگن
و برخی فقهای دیگر اینمی ساتری هایی که در او برد و باخت وجود داره ولیکن مسئله پول و پیسه در او مطرح نمی باشد، تنها مسئله برد و باخت است، باز حکم زور برای ما شما مکروه میگن. خب حرامش کدام است و مکروهش کدام است؟ به طور مثال همین قطعه هایی که موضوع داریم و امروز اکثریت جوان های ما در اون مشغول هستن و میشناسید، ساعت های خود در اون با اصلاح تیر میکنن، و یا شطرنجی که ما تو داریم که امروز به اصطلاح میدانهای به اصطلاح بین المللی در رابطه با مسابقات از او گرفته میشه. پس متوجه باشین که فقهای کرام برای ما میگن که هر زمانی که نمی ساتری ها که به اصطلاح چی جدید باشه، چی عصی باشه، چی قدیم باشه، هر زمانی که موتو را از یاد خدا غافل کرد، هر زمانی که از واجباتی که بالای توست تو را غافل ساخت، هر زمانی که از نماز تو را غافل ساخت، یعنی به ایمانه که نمی ساتری های تو منجر به قضا شدن نماز شد. اینمی ساتری هایی که در او تنها برد و باخت است ولیکن پسلای پیسه در او مطرح نیست، ما و شما را از نماز غافل کرد، از یاد خدا غافل کرد، از وجایب و مکلفیت هایی که داریم غافل ساخت، با یقین بدانید که فقها ها این و ساتری را هم برای ما شما حرام میگن. و یا ساتری هایی که بالاخره منجر به قمار میشه، یعنی به ایمانه که ساتری های هست که در او تنها برد و باخت هست ولیکن مبلغ و پول در او مطرح نیست، ولیکن اینمی ساتری ها را زمانی که ما شما میکنیم بالاخره منجر و مفسی به قمار میشه، بالاخره منجر به اینمی پول میشه، این هم فقه های کرام برای ما شما چی میگن؟ حرام میگن. اما ساتری هایی که ما تو میکنیم و این ساتری ها ما شما را از نماز ما غافل نمیسازه، از وجایب و مکلفیت هایی که داریم غافل نمی سازه، وجایب و مکلفیتی که در مقابل پدر و مادر داریم، وجایب و مکلفیتی که شوهر در مقابل خانم خود داره، وجایب و مکلفیت هایی که به اصطلاح پدر در رابطه با اولاد داره، وجایب و مکلفیت هایی که ما در جامعه داریم، اگر از این چیزها ما شما را غافل نمی سازه و ما میتونیم که به این به اصطلاح امورات خود بپردازیم، نماز ما را قضا نکنه، از جماعت ما شما را نمانه، پس متوجه باشید که نمی قسم ساتری ها را هم برای ما شما فقهای کرام مکروه یاد میکنند. چرا مکروه یاد میکنم؟ با جهت از اینکه نمی ساتری ها بسیاری اوقات منجر به این میشه که شاید نماز از یاد موتو بره، شاید وجایب مکلفیت های خود ما شما فراموش بکنیم، و شاید منجر به این شوه که بالاخره منجر به نزاع و کشمکش شوه. اگر ما در رابطه با نمی برد و باخت هم در رابطه با برخی از ساتری هایی که اگر میکنیم در نمی برد و باخت هم اگر ما شما نظر اندازی بکنیم و اگر چی مسئله پول و پیسه هم در اون مطرح نباشه که در دایره قمار داخل شود، به طور مثال برادر اسلام ما شما مسئله تخته شطرنج در بندر نظر میگیریم و متوجه باشین که در رابطه با شطرنج هم اکثریت فقها نظریات مختلف دارند، نظریات مختلف دارند. به طور مثال این مسئله شطرنج در مثل قطعه بازی که ما تو میکنیم و بازی های هست که مثلا او مسئله پول و پیسه مطرح نیست، همین زمانه که یک جانب میبازه و یک جانب میبره، همین خود ما پیش خود فکر بکنیم برسه، همین کسی که میبازه، همین کسی که می باشه، یعنی یک حقد و کینه و بدبینی در رابطه با یک کسی که برده در قلبش پیدا میشه یا نمیشه برادر استم؟ و او کسی که برده آیا یک کمکواری غرورت و تکبر در ذهنش پیدا میشه که والا ما بردم؟ پس متوجه میشه کل از این چیزا در اسلام ناجایز است برادر استم. معاملاتی که تماما امورات حیات زندگی موتور مقدر می سازه، حقد و کینه و بدبینی، تکبر و خودخواهی باعث از این چیزها میشه. پس به این خاطر است که شریعت اسلام شما را از این چیزها منع کرده است که تا در بین افراد جامعه اینمی حقد و کینه و بدبینی ایجاد نشه. پس هر معامله ای که باعث ایجاد بدبینی، نزاع و کشمکش، عداوت و دشمنی بین افراد جامعه میشه که از جمله از او یکی هم قمار میباشه، شریعت اسلامی را برای ما شما حرام و ناجایز قرار داده. و جهت از اینکه اموالی که ما از این طریق پیدا میکنیم اموال خبیث است، اموال نجس است، اموال پلید است، اموال حرام است که در او هیچ گونه خیر و برکت نهفته نمی باشه. الله رب العزت صراحتا در قرآن مجید برای ما تو بیان میکنه برادر اسلام، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. متوجه باشین که هیچ وقت مال حلال و طیب و پاکیزه با مال خبیث و نجس و پلید هیچ وقت دوش با هم برابر نمی باشه، اگرچه کثرت خبیث شما را به تعجب بیندازه، اگرچه به اصطلاح 50,000 افغانی که در قمار تو میبری دو را به تعجب بیندازه که 50,000 افغانی بسیار پیسه است
ولیکن متوجه باش که با او 2000 افغانی که تو با رزق حلالت پیدا میکنی هیچ وقت با او مقایسهش صورت نمیگیره. پس معاملات مالی برادر سام یکی از وجوهات است با کمال تعصب بگیم که امروز اکثریت برادرهای ما شما در رابطه با او بی حد توجه شده گیستن و این بی توجهی هم در رابطه با نمو حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یاد ما تو میاره که وقت و زمان میشه، وقت و زمان میشه که انسان در رابطه با مال اصلا توجه نمیکنه که از حلال آمد یا از حرام آمد، هدفش فقط پیدا کردن مال میباشه. و واقعا امروز زمانی که ما شما در معاملات خود نظر اندازی میکنیم اونم وقت و زمان است که پیغمبر به اصطلاح 1400 سال پیش برای ما شما تقسیم کرده بود. امروز انسان ها را ببینیم برادر سام که از دهن زن خود میزنه، اولاد خود میزنه، میره پول در قمار میبازه، در قمار که باخت دیگه چی میکنه؟ میره قرض میگیره، قرض که داده نتونست میره دزدی میکنه، دزدی که نتونست میره صاحب خصم خود میکشه و از بین میبره، میره تجاوز، صدها فضیحت و صدها مشکلات و جرایم توسط این مسئله قمار برای ما تو چی میشه؟ پیدا میشه. پس به این خاطر متوجه باشیم برادران که قمار هم از جمله معاملات حرام و ناجایز و از جمله گناه های کبیره هست که شریعت اسلام را برای ما شما حرام قرار داده و ما شما انسان مؤمن و مسلمان باید که از پلیدی ها و نجاست های شیطان خود نجات بتیم که تا امو فضای اخوت و برادری ما شما در جامعه بر هم نخورد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن. شك نيس برادر اسلام كه قمار بازي و پیدا کردن مال از طریق قمار در حقیقت خوردن مال مردم به باطل و ناحق میباشه. و قرآن مجید شدیدا انسانهای مؤمن و مسلمان با لفظ یا ایها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل شدیدا موتور منع کرده که انسانهای مؤمن مالهایتان در بین یک دیگرتان به باطل و به ناحق نخورین. پس به می خاطر است برادر سام هر زمانی که یک قمارباز از قمار توبه میکنه، توبه قمارباز تنها با توبهش کفایت نمیکنه، بلکه مکلفیتی که در رابطه با این توبه خود داره یکی هم در حقیقت عبارت زنمی حقوق مالی هست که به باطل ناحق در میدان قمار او را بردگی است. پس به می جهت فقهای کرام برای ما میگن که توبه قمارباز زمان قبول میشه که تمام پولی را که از طریق قمار به دست آورده باید که در قدم اول او را به صاحباش دوباره مسترد بکنه به جهت از اینکه پول باطل است و پول ناحقی است که از جیب یک انسان به دست ازی آمده. در صورتی که صاحبایش میشناسه و در صورتی که صاحبای از این مال وجود داره و مالشان برایشان میده و میگه برادر من از این مال حرام دیگه توبه، ما طاقت آتش جهنم ندارم، شما میدانین کارتان. و اگر کسانی که صاحبان مال قمار بود و در میدان قمار او را برده بود و توبه میکد وجود نداشتن، فقهای کرام برای ما میگه که بینم قدر مال باید که صدقه بده که تا از این مال حرام خدا نجات بده. نه صدقه که به اصطلاح کسب اجر و ثواب بکنه، بلکه صدقه ای که از این مال حرام خدا نجات بده. و این از این جهت است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث متبرکه خود بر ما میفرمایند اذا قال الرجل لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق. اگر اینم قدر یک انسان برای اندیوال خود بگه بیا که قمار بزنیم، فقط اینم قدر بگویه بیا که قمار بزنیم، سقط به گفتنش باید که انسان به خاطر کفاره گناه خود صدقه بده، به خاطر کفاره گناه خود خیرات بده. فقهای کرام میگه که تنها گفتن از این قدر مکلفیت داره که انسان به اصطلاح صدقه و خیرات به خاطر کفاره گناه از این بده. پس او انسانی که عمل زشت انجام میده، او انسانی که به این عمل قبیح گرفتار است، پس عذاب از او چی میباشه و گناه از او چی میباشه؟ پس به این اساس متوجه باشیم برادر سام که مسئله قمار از جمله امورات هست که دین مقدس اسلام او را برای ما شما حرام گردانیده و من حیث گناه کبیره برای ما شما معرفی کرده و هر کسی که به این عمل زشت گرفتار است
و متوجه باشین که در این دنیا توبه نمیکنه و با این عمل زشت خود از این دنیا میره، نه تنها که مورد غضب پروردگار عالم قرار میگیره، بلکه حقوق مالی انسانهای دیگه هم بالایش میباشه که در روز قیامت یک یک از او چی میشه؟ پرسان میشه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.